خب بچه ها، تو این ویدیو اومدیم با امیررضا و امیررضا میخواد از تجارب سخت و دشوار پیدا کردن خونه در آلمان واسه هم بگه. آره. از ده چند تا سخت بود؟ 20 از ده. اینجا خونه چیزش ها؟ بالاخره جدید هم. جدید و دیگه آره اینجا میمونی باشه. خب ببین داستان، خلاصه داستان رو میگم بعد امیررضا خوش با جزئیاتش میگه. خلاصه داستان اینه که دم سال نو بود، یعنی دم سال کریسمس بود و امیررضا اینجا بود و باید توی چند روز میتونست جا پیدا کنه. یعنی اگه جا پیدا نمیکرد واقعا بعدش میخورد به تعطیلات کریسمس و قراردادش هم تموم میشد، یعنی قرارداد جای موقتی که داشت و این خیلی استرس ها به شدت. حالا خودش جزئیاتش رو میگه. شبیه تریلر نتفلیکس بود. خب بگو آقا از کجا داستان خود بگو. داستانو از قبل اینکه بیام آلمان بگم. آره. من اکتبر 2023 اومدم آلمان و خب من از قبل اینکه دانشجو اومدی اول نمیدونم. آره دانشجو اومدم. دانشگاه خودتونم. قبل اینکه بیام آلمان اکتبر اومدم آلمان، ولی قبلش من شروع کردم دنبال خونه گشتن. بعد تقریبا دو ماه قبلش شروع کردم و دو ماه قبل اینکه بیای آلمان. آره. شروع کردم که بگم اینم کجاها رو میشه پیدا کرد اینا. اولش خب خیلی کلن نمیدونه آدم مثلا کجا رو باید بگرده و چه وبسایت هایی رو چه خوابگاه هایی جا دارن اینا، و ولی خب من حالا چند تا آپشن رو پیدا کرده بودم اپلای میکردم اینا و جوابی نمیگرفتم خیلی. یعنی ریجکت میشد یا جوابی نمیگرفت؟ خیلی وقتا جوابی نمیگرفتم. 90% اصلا جواب نمیدادم. 10% بعضی وقتا مثلا میگفتن خب ما جا نداریم. بعد رسید به این دم اومدن و پنیک. آره من دیگه اونجا قشنگ جا نبود و اینا، خیلی اصلا نگران بودم که بیام اینجا چیکار کنم اینا. یه جای موقت رو پیدا کردم برای یه قرارداد مثلا کوتاه مدت میبست، 3 ماهه 6 ماهه، یه هتل بود در واقع. یه پروگرام دانشجویی داشت که اتاق واسه دانشجو میداد به صورت موقت و خب بلند مدت نمیداد قرارداد. نمیداد. خیلی هم به صرفه نبود. مثلا برای یه نفرش در میومد یه اتاق یه ماهه 660 یورو وقت باشم خب. و آشپزخونه مشترک، آشپزخونه با مثلا تقریبا 20 اتاق برای 20 اتاق مشترک بود. یه هتل دیگه. آره. رسمه. ولی سرویس های شخصی داشت. و خب یه خوبی هم که داشتش این که میمدن تمیز میکردم اتاق. هر هفته یه بار میمدن اتاق رو تمیز میکردم. اینو دوست دارم. آره این خیلی باحال. ولی آره آشپزخونه یخچال و اینا مثلا. آره آشپزخونه مثلا یخچالش دو تا یخچال نسبتاً نه بزرگ نه کوچیک داشت که برای 20 نفر بود و اصلا جا نداشت. یعنی اون اول که ما اومدیم اصلا دیدیم که اصلا هیچ چیزی نداره، هیچ جای خالی نداره توی یخچال و خیلی هم ترتمیز نبود. یعنی همه وسیلاشون رو چیده بودن تو و اصلا آره و اینطوری بودش که بعد یه جای خالی فقط پیدا می‌کردیم میچپوندی داخل. اینش بده دیگه. خیلی اصلا نمیشد روش حساب کرد، واسه همین بلند مدتش خوب نبود. خب ولی خب برای اولش خوبه که دیگه میای اونجا و میتونستی ملده کنی اینجا رو. آره این خیلی خوبه. من خودت شهرداری رجیستر کن. من دقیقاً قبلش که تو ایران بودم نوبت گرفتم توی شهرداری و با ایمیل ایمیلشون رو ایمیل زدم بهشون و خب اینو خیلی‌ها نمی‌دونستن، ولی خب من این پیدا کرده بودم ایمیلشون رو. نوبت گرفتم برای روز بعد از اینکه برسم آلمان. دقیقاً نکات کنکور. روز اول رفتم هتل چکین کردم و روز بعدی رفتم شهرداری. خب از کلا میل کردم. نوبتاش اونقدر طولانی نیستش مثل اقامت یا هست جدیدا اینجور شد. پس البته الان مثلا یه سری مثلا تو دارمشتاد من اومدم یه روزه منم گرفتم اینجا. الان اینطوریه که تو دارمشتاد نوبت خیلی دیر میدم، ولی اگر مثلا بخوای بدون نوبت بری چهارشنبه مثلا بدون نوبت. من مثلا اینجا هم دوباره رفتم ولی چهارشنبه رفتم. اوکی. بدون نوبت میری و کارتو انجام میدی یکم میمونی. حالا ما به اینجا رسیم که امیررضا تا دم سال نو اون هتله بود و قرارداد تموم داشت میشد و هنوز جا پیدا نکرده بود. 10 ژانویه بود. خب 10 ژانویه بود. من تقریبا بعد تایمی هم بود دم. آره. سال نو اصلا هیچ چیزی نیست. 20 دسامبر بالاخره من فکرم پیدا کردم، یعنی 20 روز قراردادم تموم شده بود تازه پیدا کردم. ولی خب دم سال بود، یعنی اگه میافتاد به یک ژانویه دیگه عملا فکر کنم جایی رو خیلی نمیشد
روش حساب آره. کرد، یعنی خیلی ریسکش همه بالا میره. همه تعطیل دیگه، دو هفته تعطیل کریسمس خیلی وای نخت مارکت آره نه مارکت هم دیگه بسته شده مارکت. آره مارکت هم آره آدم پیش خانواده‌اش نن جوای بابا نوئل باز میکنن. کل خیابون اصلا گوست تاون باشه، آره چی نبود تو شهر بنده پر نمیزن بسته بود و آره. خب آها من جایی که سورس اصلی که اپلای میکردم وگه گزوخ بود، از قبل هم که تو ایران بودم وگه گزوخ اپلای میکردم، ولی خب مشکل اصلی اینه که وقتی تو ایران اپلای میکنی خب اینا میدونن که مثلا بعد توضیح بدی که الان شرایط چیه سیچویشن، مثلا میگی که خب من ایرانم قرار بیام آلمان، و خب اینا روی این قضیه خیلی حساب نمیکنن، یعنی ترجیحشون اون فردیه که تو خود آلمان هست میتونن حضوری ببیننش. اینجوری خیلی بهتر میتونن اعتماد کنن تا وقتی که شما مثلا صحیح هست. آره واقعا همینه، یعنی خیلی جواب نمیدن به کسایی که، مگر اینکه واقعا آپشن نباشه، ولی خب چون اینجا رقابت زیاده همیشه آپشن هست واسه کسی که میخواد خونش رو اجاره بده، افراد زیادی رو بعد داره و میتونه انتخاب کنه بینشون. آره اینم بگیم که در هر صورت شدنی هست از ایران گرفتن، یه سری گرفتن ولی سخت‌تره. آره خیلی ها گرفتن اصلا. آره. نه فقط ایرانی، بچه‌های ما که از کشور مختلف میان خیلی ها از کشور خودشون اپلای کردن و گرفتن و ولی خب مثلا خیلی هم ممکنه نگیرن، یعنی میان اینجا به صورت موقت یه جایی رو مثلا هتل یا هاستل میگیرن، حالا یه مدتی مثلا یه ماه دو ماه یا شاید هم سه ماه مثلا من یه جای موقت داشته باشم، بعدش هم حالا موقت کنن برن جای جدید. باید تلاش خود را کرد. آره خب حالا بعد در اون شرایط چی شد؟ آره من گفتم وگه گزو خیلی پیام میدادم، فکر کنم آخرش که من توی آلمان بودم، یعنی بعد دو ماه و نیم که گذشت چک کردم دیدم مثلا حدود من 150 تا جا رو من پیام دادم تو وگه گزو، و آره از اون 150 تا مثلا شاید بگم 20 تا 30 تا شاید جواب گرفتم، ولی خب جواباشون هم هیچ کدوم قطعی نه، مثلا میگفتن خب حالا ما بررسی میکنیم مثلا شما رو پرونده‌ت مثلا اوکی حالا تو شورت لیست میذاریم شما رو با چند نفر دیگه، بعضیاشون مثلا اینترویو میدادن، بعد واقعا مثل کاره، یعنی وقتی میخوای خونه بگیری اینجا مثلا داری کار اپلای میکنی و با بچهایی که تو اون خونه هستن، یعنی وگه های همخونه های بعدیت باهات صحبت میکنن ببینن که آیا بهشون میخوری، وایب چجوریه، واقعا آدم مناسبی هستی برای اونجا، برای اون فضا، که اونجا تصمیم میگیرن که آیا مثلا با کی میخوان همخونه بشن. آره. خب و آره من بعد از اون همه اپلای که کردم این اواخرش یه چند تا جواب گرفته بودم، یعنی مثلا کلن رو هم فکر میکنم 5-6 تا جا رو من رفتم دیدم، یعنی 5-6 تا جا به اونجایی رسید که من تازه دارم خونه رو ببینم، جدیدتر شده بود. آره داشت مثلا به نتیجه میرسید اینا که باز از همون 5-6 تا اکثرشون میگفتن ما با یکی دیگه مثلا به نتیجه رسیدیم، یکی دیگر رو مثلا انتخاب میکردن، به جز این آخر دیگه دو تا جا رو اوکی شده بود. دو تا جا اینطوری بودن که گفتن که اوکی ما تو رو انتخاب کردیم، و خب من اونجا حالا میتونستم تصمیم بگیرم بین اون دو تا جا کدوم جفتتون نه اونجا خودم دیگه بدون جا. بچه‌ها اگه تا اینجا ویدیو دوست داشتید لایک کنید بریم ادامه شو ببینیم. بعد آها من اون دو تا جا رو که من اوکی دادن اومدم سنجین دادم، مثلا یکیشون خونش بهتر بود، خونش به اون خوبی اون نبود، یعنی اون یکی بهتر بود، بزرگتر بود اتاقش، لوکیشنش هم بهتر بود، نزدیک دانشگاه بود تقریبا، ولی مسئله که داشت این بودش که موقت بود. دقیقا اون تایمی که اپلای میکردم خیلی از بچه ها داشتن دنبال یه همخونه موقت میگشتن، برای اینکه بچه ها میرفتن اراسموس، میرفتن کشورهای دیگه یا شهرهای دیگه، یه ترم میرن خارج، آره یه ترم میرفتن یه جای دیگه مثلا این اتاقشون رو اجاره میدادن موقت، ولی دوباره برمیگشتن. مثلا من گفتم خب اگه من یه جای موقتی رو بگیرم دوباره همین داستان پیش میاد 6 ماه بعد، اسباب کشی و جا آره، پیدا کردن، دوباره جا پیدا کردن همین مشکلاتو داره اینا، واسه همین من تصمیم گرفتم اون جایی رو انتخاب کنم که قراردادش آنلیمیتده، یعنی حداقلش دیگه من میتونم یک سال قشنگ بشینم یا حتی بیشتر بمونم. 10 سال دیگه بیاید همین رو 10 سال همین آه نایس. خب آره. اون چیز چی بود؟ چی بود میگفت نمیداد بهت گفت؟ آها بعدش که من اونجای دیگر رو، یعنی دو تا آپشن داشتم، اون این نه اون یکی، آره اون یکی رو من
رد کردم، گفتم خب من یه جای دیگر رو پیدا کردم که قراردادش آنلیمیتد بود، من اون رو انتخاب کردم. بعد اونو رد کردم، این یکی رو میخواستم. بعد با اینا اوکی کردم، با همخونه ای ها در واقع اوکی کرده بودم که خب من قراره بیام وارد خونه جدید بشم. چهار نفر هم اینجا. آره اینجا چهار نفرم. اونا اوکی بودن. اونا اوکی بودن، سه نفر دیگه اوکی بودن. و حالا مرحله بعدیش این بودش که من اصلا نمیدونستم این مرحله همچین مثلا چالشی ممکنه وجود داشته باشه. اگه همچین چالشی وجود داشت خیلی دل نمیبستم اینجا. ولی بهتر شد که نمیدونستی. آره ولی اینطوری بودش که باید به صابخونه که صحبت کردم گفت ما باید تو رو تایید کنیم تازه. یعنی به این مرحله رسید که اون باید من مثلا تایید میکرد. و تاییدش هم به این صورت بودش که در واقع باید اون مطمئن میشد من یه پروف آف اینکام دارم، یه درآمدی دارم که مثلا میتونم اجاره رو سر ماه بدم و مشکلی نداشته باشه. بعد خب من اینطوری بودم که چون اولش اومده بودم و هنوز کار نداشتم، گفتم که خب من تمکن مالی دارم و با تمکن مالی یک سال میتونم راحت زندگی کنم، مشکلی هم ندارم. ولی اینو قبول نکرد. یعنی پول براشون کافی نیست. آره در کل این قضیه رو خیلی ها قبول میکنن دیگه. این یه تقریبا میشه گفت بدشانسی. مثلا خیلی وقت بعضی وقتا ممکنه پیش بیاد مثلا اون صابخونه خیلی مثلا یکم سختگیر زیاده. ببین تو چیزی هم که من میدونم که تو مثلا چون بخوای مثلا خونه بگیری خب مثلا خیلی سختگیر اینجوری داره. خب مثلا ولی واسه کسی که کاری اومده میخواد مثلا یه خونه رو کامل اجاره کنه، ولی تو دانشجویی اکثرا میدونن که دانشجو تازه اومده مثلا کار نداره، برای همین مثلا رو همون تمکن مالی کفایت میکنه. ولی این کیس منم پشمام ریخته بود واقعا که اینجوری واسه چی همین تازه اومدی شغلت کو. و اینطوری بودن که ما یه پروف آف اینکام میخواییم و اینا. منم پروف آف اینکام، اینم پروف آف اینکام. آره من خیلی مثلا میگفت باید کار پیدا کنین و منم رفتم یه کار موقتی رو، کار جنرال موقت اپلای کردم و رفتم یه مدت یه ماهی و خب اینطور بودم خب بیاین هم قرارداد کاری دیگه چی میگی؟ اونم فکر کنم فشار شیخته بود و آره اونم اوکی داد و دیگه بعدش به قرارداد امضا کردن رسید و تمام. اینو گفتن ساده آره. در اول اصلا ساده نیست. آره یه مقداری از یه مقداری خیلی بیشتر چالش بود به نظر. یعنی البته دلیلش هم من میدونم. یعنی مسئله اینجاست که آلمان، کل آلمان اندازه استان اصفهان ایران از نظر مساحتی و خب ایران خیلی تراکمش کمه، ولی اینجا همون جمعیت ایرانو تو همون استان اصفهان بخوای جا کنی اینطوری میشه که کل اون فضا بعد شهر ساخته. یعنی کل شهر نزدیک به همه، یعنی شهرها خیلی فاصله هاشون کمه و مثل مثلا شمال ایران دقیقا. ولی از اون طرف داره همچنان مهاجر میگیره و کلا سیاست های مهاجر پذیر زیاد داره آلمان و به خاطر همین تعداد خونه ها خیلی کمتر از تعداد آدم ها، به خصوص اون شهرهایی که مهاجر بیشتری داره، مثل همین شهری که برلین رو نمیدونم. برلین که دیگه اصلا بدتره دیگه. آره دیگه اونجا ولی... مثلا دوستان من همین شهرت تو رو سال هاست که دارن و همجوری هی سه ما جاشون عوض میکنن. خیلی بده. کلا خیلی بد وقتی جایی رو ثابت نداشته، یعنی احساس مثلا ستل داون بودن نداری. یعنی همش اینطوری که خب موقت همیشه الان احساس ستل داون بودن داری؟ الان دارم دقیقاً. الان دیگه راحت شد. آره ولی مثلا چون مهاجر هی زیاد میگیره واقعا خونه کمه و خیلی از بچه‌ها واقعا تو هاستل و هتل و اینا میمونن برای مدتی که یه جایی رو پیدا کنن. آره سخت دشوار شده. خب توصیه چیه به ملت؟ یه نکته‌ای که خیلی به نظرم تو این قضیه مهم بود این بودش که اون پیامی که توی مثلا وگه گزوخ به بگو نکوشت کردی کردیتش رو بگم نه از جیسو یاد گرفته. آره من اون پیامی که واقعا باید بنویسیم واسه طرف یه سری نکاتی رو باید داشته باشه، یه سری یه فرمت خاصیه که در واقع یه تمپلیت، یعنی همه تقریبا تو همون فرمت بنویسن یه جوابی میگیرن. و البته خیلی به نظرم مسخره بود این قضیه، ولی خب از به عقل آدم همینجوری نمیرسه خود به خود. آره. تا کسی بهت نگه نمیدونی.
آره ولی خب در کل آره مثلا یه سری راهنمایی هایی هم بود. مثلا من از حالا از بچه هم راهنمایی گرفتم، یکی هم از اینکه خود دانشگاه یه استودنت ورک یه چیزی داره به اسم، نمیدونم اسمش چی بود، یه دفتری داشتن آره. که برای اینکه برای پیدا کردن خونه و شغل برای دانشجو کمک کنه. آره. بعد سر مثلا اونا اینطوری بودن که یه تمپلیت میدادن به بچه‌ها، مثلا میگفتن اگه این فرمو بنویسین تو فیگزوخ احتمال شانس بیشتر داره من که جواب بگیرم. و خب مثلا تمپلیت این بودش که خودتو معرفی کنی، از کجا میای، چه دانشجوی هستی، چه رشته‌ای، چه دانشگاهی و چه مقطعی هستی، بعد اینکه از علاقه هات بگی، از اینکه مثلا آخر هفته چی کار دوست داری بکنی، تفریحات چیه، نمیدونم کلن تو طول روز دیلی روتین چیه و یه کلن یه خلاصه از که اونان که مثلا اینجا زندگی میکنن بتونن بشناسنت دیگه. آره. بعد مثلا خب خیلی وقتا آدم فکر میکنه اوکی مثلا من اپلای میکنم بعد مثلا دعوت شدم به مصاحبه مثلا اینا رو میگن. آره. ولی اینا از همون اول چون کلی آدم میگیرن بر اساس همینا فیلتر میکنن و آره. از همون اول باید همه اینا رو بدی بهشون. آره کلا اینطوریه که بچه‌ای که مثلا آگهی میذارن برای یه همخونه جدید خیلی پیام میگیرن. آره. مثلا یو من با یکیشون صحبت کردم گفتش که ما مثلا به خصوص اوایل قبل ترم، یعنی مثلا هنوز ترم شروع نشده، اون تایم ما تایم پیکه، هم تعداد خونه ها بالا اونجا، هم تعداد افرادی که اپلای میکنن. یعنی خیلی زیاد تعداد دانشجوی جدید از کشور دیگه میان و شاید از شهرهای دیگه، از کشور دیگه، و خب خیلی تعداد بالا، واسه همین مثلا یهو اون کسی که داره پیاما رو نگاه میکنه خیلی ها رو اصلا بدون اینکه نگاه کنه اسکیپ میکنه، یعنی اصلا رندوم ممکنه چند نفر رو فقط آره. نگاه کنه ببینه میخوره مثلا. خب آره مثلا رو... کسی که فقط اپلای کنه هیچی نفرستاده رو. آره دیگه مثلا یهو 100 نفر ممکنه واسه یه خونه اپلای کنه. خب مثلا اپلای کاریه دیگه. آره مثلا فقط دکمه اپلای بزنی هیچ وقت اون کارو بده نمیرسه، باید آره. همه چیزو بفرستی هم اول. آره یه سری گفتی شانس خیلی بیشتر، ریت جواب گرفتن خیلی بیشتر شد وقتی اینو آره. کاتو اعمال کردی. آره من آخرش دیگه حتی بعد از اینکه حتی مثلا دوتا خونه اوکی شد همچنان داشتم مثلا پیام میگرفتم که اعتیادت شده دیگه. شبا هنوز اپلای میکنه تا خودش بیاد ببینه خونه داره. نه اصلا اینطوری بودش که پیام میومد برام جواب میدادن از پیام قبلی که میخوایم یه مثلا میتینگ باید ست کنیم، ولی خب من دیگه گفتم اوکی دیگه که انتقام هم ولش کنم برای خیلی مهم نبود. همیشه هم همینه وقتی تئوری دیگه میاد آره ای آدم رو اپلای میکنم تو کارم همینه. آره تو رابطه هم همینه. اون اینترویو هم میتینگ هم مهمه، یعنی میتینگ خیلی به نظرم مهمه که چه وایبی ازت بگیرن در کل. آره. آره دیگه بعد خیلی مثلا اینطوری باشی که آدم مثلا کلان خیلی بعد خودتو راضی نشون بدی از اون شرایط اون خونه، مثلا اینکه اگرم یه نکته مثلا بدی داره خیلی نباید تو چشم یعنی بیاریش، حالا شاید مثلا خودت ببینی و بعدا مثلا بگی که اوکی من با این خونه حال نکردم مثلا نمیخوامش. تو اکثر خونه‌ای که میدی حال نمیکردی در واقع؟ آره من خیلی حال یعنی نکات منفی زیاد داشتم. آره نکات منفی واقعا دارم. یه خونه بود خیلی مشتی بود، یعنی همین که خیلی بزرگ بود اتاقش، خیلی نوساز بود، صدای این نمیاد. آره خیلی نوساز بود و خیلی بزرگ بود خونه و برای دو نفرم بود و کلن لوکیشنش هم مرکز شهر همینجا بود. و اینطوری بود که من خیلی میخواستم خونه رو، ولی خب مشکل آها یه مشکل دیگه دقیقا اینجا بود که من چون آلمانی بلد نبودم خیلی ها مثلا اینطوری بودن که ترجیحشون این بودش که یک نفر میومد که آلمانیش خوب بود. آها چون هم خونه یه آلمانی آردی حرف میزدن. آره اکثر خب برها اکثرا آلمانی حرف میزنن و مگر اینکه دیگه واقعا یه وگه جایی باشه که دانشجو اینترنشنال باشن که واقعا آلمانی بلد نیستن، وگرنه ترجیحاً اولویت با آلمانیه. خب اگه مثلا ها من یه کار دیگه هم که میکردم این بودش که من یه مدت جواب نمیگرفتم، بعد پیامی که تو وگه گزوخ میدادم آلمانی مینوشتم. بعد میرفتم اونجا آلمانی خب در حد مثلا خیلی مکالمه بیسیک میتونستم انجام بدم و
اینطوری بودش که خیلی وایب، خیلی مثلا ایمپرشن خوبی نداشت. یعنی اینکه مثلا آلمانی بلد نیستی و اونجا مثلا خب ترجیحشون این بودش که مثلا یکی رو میگرفتن آلمانی بلد بود، یعنی واقعا یکی رو انتخاب میکنن که آلمانیش بهتر. بیشتر دوستم یکی باشه بتونن باش خوب ارتباط بگیرن، مچن با هم مثلا. آره کنم، خیلی مهمه این قضیه. آره توی زندگی وگر. یعنی منظورت این بود که پس اگه آلمانی تو خوب نیست رفتی مصاحبه انگلیسی حرف بزنی حداقل که آره دوستانه به نظر بیاد. در کل اگه آلمانی بلد نیستین دیگه پیامتون هم آلمانی ننویسین، مثل من یه اشتباهی که هم چند جور مثلا آلمانی نوشتم. ممکنه خیلی حالت فرقی نمی کرد یعنی تو جواب گرفتنه. یعنی من داشتم تست میکردم، هی مثلا راه های مختلف تست میکردم، ای بی تست. آره واقعا بعد دیدم خیلی تفاوتی نمیکنه. ولی خب از اون ور اگه مثلا به مصاحبه برسه اون پیامی که آلمانی نوشتی، اونا انتظار اینو دارن که تو آلمانی صحبت کنی. آره خب... اساس کنن گول خورن. آره یه مقداری ممکنه حتی جا بخورن. آره میفهمم. ولی خب اگه مثلا انگلیسی کارتون، ما هم انگلیسی رو جلو بریم. آره اگر هم طرف واقعا کسی که انگلیسی حرف میزنه نمیخواد، از همون پیام هم فیلترت کنه، حداقل وقت تو هم تلف نمیشه که بری مصاحبه دیگه. آره. تو نمیخواسته دیگه. آره دیگه. آره 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 در کنین خیلی چیزه، خیلی به نظرم بعد از قبل که بچه ها بیان آلمان اگر حالا تصمیم دارن بیان آلمان، اینو بعد قبل بدونی، یعنی این باید آمادگیشو داشته باشی که نیان. نه بیان، ولی خب احتمال داره یه چند ماهی شاید شانستون خوب باشه از همه اول جا به شهر خیلی بستگی داره، به شهر خیلی بستگی داره. شهر ما واقعا پر از مهاجره. این آره دانشجو مثلا خیلی دانشجو زیاد شده، قیمت خونم خیلی رفته بالا، خیلی منطقه. بعضی شهرها هنوز ساده تره جا گرفتن. آره به شهر خیلی بست. نترسید، ما همه با هم هست. ولی به جز وگه هم مورده دیگه هستش، یعنی مثلا اینکه خوابگاه ها و که اونا هم بستگی داره واقعا. مثلا شتودن وگ خوابگاهش اینطوریه که از بعد بری تو صف. آره از صف قبل اگه مثلا شما یه پیشنهاد دیگه که میتونم بدم، اگه مثلا شما قرار این که سال دیگه بیاین آلمان، از الان درخواست اون رو بدین، از الان آره. درخواست مثلا استودنت ورک دانشجو رو بدین. آره. اینطوری واقعا بعد برنامه‌ریزی که یک سال مینیمم. آره یک سال. آره اون میشه. بعضی هم یه سری خوابگاه خصوصی اینا هم هستش که احتمال اینکه بگیری بالاتره. حالا بعضیشون گرونه واقعا، مثلا استودیو میشن. آره بعضیشون هم نه، مثلا خوابگاهای خصوصی که حالا قیمتشون هم مناسبه. بعد بگردیم پیدا کنیم. هم شانسیه مثلا تو اون تایم خالی باشه نباشه، میدونی یکم اینم هست. خیلی شانسیه. یکم شانسه، ولی خب اپلای که بیشتر کنی شانسه هی بیشتر میشه دیگه. حالا اینجا خوبه، راضی هستی؟ آره در کل راضی هم. در کل آره. این به نظرم مهمترین مسئله توی وگه اینه که با همخونه‌ایات اوکی باشه. یعنی آره. من خب تجربه زندگی توی خونه اشتراکی رو داشتم، یعنی مثلا تو خوابگاه هم تو ایران زندگی کردم، تقریبا 2 سال تو خوابگاه بودم. و حالا مثلا خوابگاه ایران رو بچه‌ها میدونن مثلا اینطوریه که توی اتاق 8 نفر. آره من خودم 8 نفر. من 1 سال توی اتاق زندگی کردم که 4 نفر با هم زندگی کردیم. 4 نفر همینجا. 4 نفر توی اتاق کوچیک، 4 تخت، 2 تخت 2 طبقه بود. خب خیلی سخت اونجا واقعا خیلی. ولی خب اینجا اصلا همچین چیزی تقریبا تعریف نشده. آره 8 اتاق دارم. آره مگر اینکه مثلا بریم جای موقت هاستلای هستن که آره یهو مثلا چند نفر توی اتاقن و خب خیلی مثلا در هاستل ولی دیگه موقت دیگه سفره در واقع. بعضیا میرن اونجا زندگی. آره ولی ما چون دیگه خیلی جا پیدا نمیتونیم بکنیم. آره. میریم مثلا اونجا. آره اون آره. شرط. ولی آره مثلا اینجا میگم مهمترین مسئله اینه که وایبت به اون آدما بخوره، آدمای خوبی باشن، بتونی باشون راحت کامیونیکیت کنی، بتونی باشون، چون بیشتر روزو در واقع اگه خونه باشی در واقع اونا رو میبینی، انگار هم خانواده ات میشن. آره. یه جورایی. آره نایس. میخوای کانال یوتیوب تو معرفی کنن، سابسکرایب کنن؟ کانال یوتیوب من غیر فعال. اشکال هر کس سابسکرایب میکنن. یه سکای سابسکرایبر داره ولی کانال غیر فعال. آره یه کانال داره، تشویقش کنید که کانالشو دوباره فعال کنه. همین، مرسی. آقا خوب بود. مرسی فعلا بچه‌ها. ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و چیز کنید. کانال رو سابسکرایب کنید. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ. خدافظ.